کنکوری هر جای ایران که باشی ما هستیم، با چند کلیک ساده قیمت و واسط شکستیم، تو هزینه کم خرجیم، تو قبولی ول خرجیم، استادامون مرکن با بهترین فوت و فن. پس بیا تاملند. صدا اوکی. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیزم سلام، وقتتون بخیر. خوشحالم که در یک شنبه ساندی، روز خورشید، روز شناخت، روز معرفت در خدمت شما خوبان هستم و آرزو میکنم که یک دوره خوب و پویا رو بتونیم کنار هم دیگه داشته باشیم. اینجا استدیو تاملنده، من محمد کریمی هستم، مدرس دین و زندگی، و آرزوم اینه که شما که امسال انشالله موفق میشید در کلاس 11 در رشته دلخواهتون ادامه تحصیل بدید و میدونید که شما در امتحانتون به شکلیه که باید امتحانتون رو امتحان تشریحی بدید و این نمره امتحان تشریحیتون تأثیر گذاره در انتخابهای دانشگاهتون. لذا من تمام توان و تلاشم رو میذارم و آنچه که در این 26-7 سال سابقه به دست آوردم به بهترین شکل به شما ارائه میدم تا شما یادگیری این درس براتون آسون و ماندگار بشه، یعنی در کلاس راحت بفهمید و فهمتون تو ذهنتون بمونه. با این هدف تمام مطالب درس خط به خط، نکته به نکته براتون تدریس میشه، متناسب با آزمون‌هایی که در بیرون میدین ما کمکتون میکنیم و در دی ماه درس رو در واقع به جایی که شما میخواین امتحان بدین رسوندیم. بعد از پایان کتاب در مثلا اسفند ماه ما حتما دوباره دوره میکنیم از ابتدا و شما رو برای امتحان پایان سال آماده میکنیم. نمونه سوالات لازم رو همیشه در اختیارتون میدیم و مبنای کارمون کتاب درسی. البته من جزوه‌ای برای شمایی که تو کلاس شرکت میکنید گذاشتم که همیشه یکی دو روز قبلش رو کلاس رو پنلتون میذارن و شما اون رو پرینت میگیرین و آماده استفاده میکنید. برای شروع ما تابستون درس 1 رو خدمتون ارائه میدیم. بچه های خوب ریاضی، تجربی، هنر، شما 12 درس دارین که ما همه 12 درس رو کامل خدمتتون تدریس میکنیم. بچه های انسانی 3-4 درس اضافی دارن که اونا رو در جلسات اختصاصی که برای اونا خواهد بود تقدیمشون میکنیم. دختر پسرای خوبم، خوشحالم که درس دین و زندگی شما قراره با من باشه و من همه تلاشم میکنم در یک رابطه و تعامل دو طرفه آنچه که لازمه بهتون گفته بشه. الان به تصور این که شما انشالله جزوه رو پرینت گرفتین و یا اگه نگرفتین پی دی افش رو میتونین رو صفحه مانیتورتون باز کنید، مطالب رو میخوام شروع کنم. اگر هیچی الان دم دستتون نیست، در حد یک کاغذ یه نکته ها و مطالبی رو که میگم یادداشت کنید تا بتونید هی نگاه کنید و مطالب براتون بمونه. با این توضیحات کلی هر سوالی دارید میتونید تو چت بنویسید، من پاسخ میدم و من هم یک در واقع مدام با شما تعامل دارم، چیزایی رو میپرسم، نظرخواهی میکنم، شما هی تونتون پر میکنید. من کلا شناختم از شما به دست من بیاد و میدونم با شما باید به چه طریقی ادامه بدیم. ما مبنامون اینه که در هر جلسه حداقل نیمی از یک درس رو کامل درس بدیم. در بعضی جلسات هم ممکنه یه درس رو کامل بدیم، ولی مثلا در این جلسه نصف درس یک رو کامل خدمتتون ارائه میدم. یعنی تو تایمی یک ساعت و نیم شما یک درس رو بعدا میتونید در واقع ببینید. اگر هم آفلاین میبینید، حتما نکاتی رو که من روی جزوه دارم پیاده میکنم شما باید پیاده کنید و بهش اضافه کنید. خب برای شروع من خواهش میکنم تو این صفحه چیزایی که مینویسم رو دقت کنید و بعد بریم رو اسلایدها با من بیاین تا من یه چیزی بهتون بگم. ببینید، یکی از اساسی ترین مفاهیم در کلاس های دینی که شما در کتاب 10 باش آشنا شدید مفهوم هدفه.
یعنی کتاب ما اینجوری شروع شد که آقا یک هدفی در جهان هست. حالا این کتاب 11 راجب هدف نیست، راجب یه چیزی درباره هدفه. علالقاده وقتی هدفی هست، حتما برای رسیدن به هدف پای برنامه وسط میاد. این برنامه رو بهش میگن دین، برنامه‌ای که ما رو به هدف خلقت میرسونه. حالا اون کسانی که این برنامه رو آوردند، واسطه شدن از طرف خدای برنامه بگیرن بیارن بدن به آدما، آدما اونو اجرا کنن و بتونن به هدف خلقت برسن، اونا میشن پیامبران. اعتقاد به این که پیامبرانی وجود دارن که برنامه میارن میشه نبوت. یه روز با پیغمبر اسلام بسته شد، راه اونو کسایی ادامه دادند و این برنامه رو توضیح دادن به نام امامان و اعتقاد به اون میشه امامت، تا اینکه امام زمان غایب میشه و فقها این مسیر برنامه رسیدن به هدف رو در زندگی توضیح میدن و به این میگن فقاهت، که حالا این فقاهته این پیامبران 4 درس، از درس 5 تا درس 9، یعنی تا 9 این میشه تا 4، اینجا میشه تا 9 امامت، درس 10 فقاهت. بعد از اینکه شما به این برنامه آوران، برنامه ریزان، برنامه مشاورانی که برنامه الهی رو هدایت میکنن آشنا شدین، تو درس 11 میگه عزت نفس داشته باش، درس 11، و درس 12 میگه برو جلو ازدواج کن. و چه شیرین کتاب ما تموم میشه با ازدواج. یه دقیقه دیگه به من گوش بده. تو کتاب دهم خوندی هدف انسان قرب الهی است، یعنی شبیه خدا شدن، یعنی قرار ما آدما در صفات شبیه خدا بشیم. خدا صبوره، ما صبوری میکنیم و مثل خدا میشیم صبور. خدا عالمه، ما علم میآموزیم عالم میشیم شبیه خدا میشیم. شبیه خدا صبور بشی، شبیه خدا ستار بشی، شبیه خدا غفور بشی، گناه دیگران رو ببخشی در حق خودت، تو به خلقت داری نزدیک میشی. حالا برای رسیدن به چنین هدفی برنامه لازمه. به این برنامه‌ای که ما رو به هدف میرسونه میگن دین. این دین یا برنامه رو کسایی میارن به نام پیامبران، نبوت که تموم میشه این راهو کسایی ادامه میدن به نام امامان، امام که غایب میشه کسایی این کار انجام میدن میشن فقها. بعد این میشه 9 درس. درس دهم میگه درس دهم میشه فقها، 10 درس. درس 11 میگه عزت نفس داشته باش، درس 12 میگه برو جلو ازدواج کن، خانواده تشکیل بده یا علی مدد. دقیقاً بچه این عکس کل کتابه. من معلم کتاب دین و زندگی هستم، 12 درس ایناست، یعنی 4 درس اماما، 5 درس 4 درس پیغمبرا، 5 درس اماما، 1 درس فقها و درس عزت نفس و ازدواج. این مسیریه که تا انتها با هم میخواییم بریم. من هر جلسه نصف از یک درس رو میگم، سوال تشریحی باهاتون کار میکنم، جای خالی، پرسش و پاسخهای کوتاه، سوالات تشریحی، صحیح و غلط، پیام آیه، و شما رو با ساختار مطالب کتاب آشنا میکنم. بزرگترین پوان کتاب اینه که من مطالب رو تکرار میکنم، مثال میزنم و شیرینش میکنم. شما از شنیدن مطالب من بسیاری لحظه‌ای قراره لبخند رو لباتون باشه. البته هدف من اینه که شما نمره امتحانتون 20 بشه، در کنارش برای زندگیتون هم استفاده بشه، چون این برنامه برای زندگیه. حالا دین و زندگی، اگر یه و بذاری میشه دین و زندگی، اون وقت دین و زندگی 11 درس شماست، منم معلمشم، قرار اینا رو به شما یاد بدم. یعنی من محمدم، کتابی که به شما درس میدم دین و زندگی است، و تو دانش آموز خوب من قرار از من مطالبی رو یاد بگیری که بتونی سر جلسه تون 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 تشریحا رو دقیق بنویسی و نمره 20 بگیری.
هدف من که روشن شد، برنامه‌م چیه؟ من در حین کلاس مدام نظرسنجی میکنم، سوال تشریحی میذارم، وقت میذارم، شما تو چت برای من مینویسی، من بررسی میکنم، من آیدیمو بهتون میدم، اگر امکان داره ادمین محترمونم حتما تو چت بنویسه محمد کریمی خط تیره 4، منو فالو کنید، حتما هر ساعتی از روز پیغام بدید من بررسی میکنم، ممکنه با یه روز حد اکثر تاخیر، چون خیلی پیام دارم از پایه‌های دیگه کنکوریا، مدام در ارتباط هستم، پاسختون رو بهتون میدم. شما احتمالاً در شهرهای مختلف ایران هستین و از طریق دوستاتون که سال قبل با ما بودن و رتبه شدن با ما آشنا شدین. به هر حال من تو مسیر موفقیت تمام تلاشمو میکنم در خدمت شما باشم. من 24-5 سال سابقه‌مو در کنار شما تمام تلاش خواهم کرد که یه اتفاق خوب رقم بخوره. خاطره تو از کتاب 11 خاطره ارزشمندی باشه ان شاء الله. با این نگاه اگر مطلبی داری، سوال داری، حتما تو چت بنویس، من نگاه خواهم کرد. من میخوام دینی رو شروع کنم. چجوری شروع کنم؟ یه صفحه به من بدین لطفا. بچه ها با من باشین، روی این صفحه ببینید چی مینویسم. ببین من میگم آب، آب، این ورم میگم دین، بعد دین مثل آبه. از چه نظر؟ حیات و زندگی بخش. اگر من بیام اینجا بنویسم انسان، شما برای انسان یه بدن قائلید، ما میگیم بعد مادی یا همون جسمش، یک روح قائلین یا بعد غیر مادی. واقعا بدن و جسم انسان با آب زنده است و اصلاً کل شیئن، همه چیز حی با آب. و جعلنا من الماء حی، کل شیء، همه چیز با آب زنده قرار دادیم. بچه نمیگه خلق کردیم، میگه جعلنا، نمیگه خلقنا. یعنی ما با آب زنده کردیم و با آبم زنده نگه می‌داریم. حتما در ساختار یک هسته که کاشته میشه از یک گیاه آب تأثیر داره در جوان زدنش و در بقا و باقی موندن اون گیاه هم آب لازمه. پس آب هم باعث آفرینش و زندگی بخشیه، هم تداوم زندگی بهشه. منتها این در مسیر جسم ماست. اما سوال ما اینه، روح آدم، اون بُعد الهی انسان چطوری حیات و زندگی پیدا میکنه؟ جوابش اینه که بُعد روحی و حیات روحی انسان با دینه. دین معناش یعنی دستورات خدا و رسول. اگر دستورات خدا و رسول میشه دین، کسی که استجیبو اجابت میکنه، استجیبو لله و رسول کنه، کسی که اجابت کنه خدا و رسول رو میشه دیندار. دینداری یعنی اجابت خدا و رسول. دستورات خدا و رسول میشه دین. دین که همون دستورات خدا و رسول و اجابت کردن اوناست، باعث حیات ما میشه. پس استجیب لله و للرسول یعنی اجابت خدا و رسول، میدهد حیات و زندگی بخشی به ما.
هر آنچه که لازم بود در آغاز کار خدمتون گفتم. معلم دین و زندگی شما وقتی کتاب 11 باهاتون شروع کرد نوشت آب، یکی از کلمات و یکی از موادی تو این عالم که یک فرکانس بالا داره و یک اثر زیادی در ایجاد و بقای زندگی داره، و گفتیم که آب همه چیز رو زنده میکنه. ما هم یه چیزی در این عالم هستیم که بُعد جسمی داریم و بُعد جسمی ما هم مصداقی از همین آب که زنده نگه داشته شده هست میشه. اما ما آدم ها یه روح هم داریم، روح ما که با دین زنده میمونه، آنگونه که تحلیل میکنیم آب H2O، دین چیه؟ دستورات خدا و رسوله. یعنی شما با دو تا هیدروژن و اکسیژن مایعی به نام آب دارید، با دستورات خدا و توضیحات رسول یه برنامه‌ای به نام دین داریم. حالا اگر این رو ما اجابت کنیم میشیم دیندار. آدمای دیندار روحشون زنده است. به عبارت دیگه انسانیت انسان زنده است. با یه سخنرانی از مقدمه کتابتون شروع کردیم. اسلاید اول رو اگه به من بدین بچه ها. تفکر و اندیشه، آماده این؟ بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب 11 دیگه شدی 11 دخترم پسرم، الان تو 11 به لطف خدا داری اولین جلسه، اولین درس کتاب دین و زندگی تو میخونی. شروع کن. وجعلنا من الماء كل شيء حي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. وجعلنا، بچه جعلنا یه فرقی داره با خلقنا. خلقنا یعنی من آفریدم، اما آفریدیم ما، ولی جعلنا یعنی قرار دادیم ما. جعلنا آورده تا بتونه دو تا چیزو بگه، هم پیدایش و هم تداوم زندگی با آبه. وجعلنا من الماء كل شيء حي. از آب هر چیزی زنده قرار دادیم. پس آب حیات بخش جهان مادی و اساس زندگی در جهان هستی است. یا یه دیگه ببینید. لِنُحْيِيَ بِهِ بَلَدَةً مَيِّتًا. آب حیات بخش جهان مادی، زمین و انسان‌ها که اهل زمین هستند میباشد. آب جهان مادی از جمله زمین و اونایی که اهل زمینند رو زنده نگه داشته. ترجمه اینو ببینید، تا به وسیله آب سرزمین مرده را زنده کنیم. وقتی اشاره میکنه به بلد میت، سرزمین مرده، داره زمین رو میگه و البته اهل زمین رو هم میگه، همونا رو هم میگه با آب زنده کردیم. پس آب مایه حیات جهان مادی و انسانه. اگه بخوایم رابطه برقرار کنیم، اینجا که میگفت جعلنا من الماء کل شی، همه چیز رو با آب زنده کردیم، میگه زمین مرده هم با آب زنده کردیم. پس این آیه یه مصداقی از اون آیه است. این آیه مصداق یعنی یک نمونه، یکی از چیزایی که میشه بهش صدق بکنه. یعنی مگه اینجا نمیگه کل شیء رو زنده کردیم؟ یکی کل شیء یعنی همه چیز، یکی از همه چیزها زمینه، میگه زمین مرده رو ما زنده کردیم. آره، پس با آب بهار که میشه، رعد و برق و بارش، زمین خشک علف و زندگی درش جریان پیدا میکنه، گیاهان زنده میشن. با آب، آب زمین مرده رو زنده میکنه. پس آب یک خاصیت حیات بخشی داره. ما آدم ها بُعد جسمیمون واقعا حیاتش به آبه. اصلا بدن ما از مقدار زیادی آب تشکیل شده، جز اینم مصداقی از همینه. اما ما آدم ها یه روح هم داریم. یا ایها الذین آمنوا، صداتون میکنه، ای کسایی که مؤمنید، ای مؤمنان. خب بله، است
فاستجيبوا لله وللرسول. اجابت کنید خدا و رسول رو. اجابت کنید خدا و رسول یعنی دیندار باشید، که اگر دیندار باشین اذا دعاکم لما یحییکم، به حیات میرسید. حی شما در استجیبوی شماست. اجابت خدا و رسول میدهد حیات به شما. پس چون با دینداری و اطاعت دستورات خدا به حیات و زندگی میرسیم، پس حیات و زندگی تابعی از دینداریه. دین باید موجب زندگی بشه. اجابت خدا و رسول ایجاد زندگی میکنه برای تو. ببین چجوری اینو تو امتحان بهت میدن. اولین سوال امتحان نهایی ها همیشه اینه: پیام آیات زیر را بنویسید. بعد این آیه رو میده: یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما یحییکم. اگر اجابت کنید به حیات روحانی میرسید، به زندگی میرسید. پس حیات روحانی و معنوی تابع و معلول و نتیجه چیه؟ اجابت فرمانهای خدا بر رسوله. یعنی با این توصیف میخوایم بگیم الان تو این آیه، این یک آیه است، یعنی قرآنه، از دستورای خدا و رسول صحبت میکنه، یعنی دین، و میگه آدمهای دیندار به حیات میرسن، مایه حیاته. بعد سوال میدن قرآن چه چیز را مایه حیات معرفی کرده؟ قرآن چه چیز را مایه حیات معرفی کرده؟ قرآن اجابت خدا و رسول یعنی دین را مایه حیات معرفی کرده. قرآن دین را مایه حیات معرفی کرده. یه بار دیگه: قرآن دین را مایه حیات دانسته. اجابت فرمانهای خدا و رسول به عنوان دینداری یه راهه، یکی از راههای درست زندگی است، راه درست زندگی است که حالا میخونیم این راهها نیازهای برتر ما. یکیش کشف راه درست زندگی است و این آیه اونو داره میگه. مطالب کتاب دوازدهم نمیایم ربطش بدیم به کتاب دهم، اما مطالب کتاب دوازدهم، یازدهم، مطالب کتاب یازدهم خیلی با درس های قبلی و بعدش هی ربط پیدا میکنه. یعنی همین آیه تو این درس فقط باید بدونید اشاره داره به کشف راه درست زندگی، ولی همین آیه تو درس 4 میاد، اونجا اشاره داره به ولایت ظاهری. این ولایت ظاهری رو توضیح بدم. این آیه میگه اجابت کنید خدا و رسول رو. ببین من و شما یه جا وایستادیم، پیغمبرم اونجاست. فکر کنید خدا در باز میکنه و میگه مردم مؤمنان، یا ایها الذین آمنوا، مؤمنان اجابت کنید خدا و رسول رو. یعنی هرچی من دستور میدم و پیغمبر دستور میده اجابت کنید. خب میدونی وقتی به ما میگه حرف پیغمبر رو گوش کنین، انگار که خدا به پیغمبر گفته پیغمبر دستور بده. پیغمبر دستور بده یعنی پیغمبر باید حکومت کنه، میشه ولایت ظاهری. از این آیه میفهمیم رسول خدا باید دستور بده و ما بپذیریم. از این آیه میفهمیم راه درست زندگی دینداریه، اجابت خدا و رسول ما رو به زندگی میرسونه. البته اینجا بچه ها اینو حذفش کنید، این مربوط به آیه بالایی بوده و اینجا تایپ شده، اینو حذف میکنیم و این مطلبی نداره و میخوایم یک سوال رو پاسخ بدیم. بچه ها بر اساس آنچه گفتم تو چت به من جواب بدید. اول قبل از اینکه اینو بنویسین، نه اینو بنویسین بعد نظر سنجی میکنم. چت با شما اولین سوال تشریحی رو برای من پاسخ بدید. من مقدار زیادی از پاسخاتون رو بررسی میکنم. سوالو بسته بهشون بدیم بچه ها ببینن. دستیابی به اکسیر حیات توسط انسان وابسته به چیست؟ تمام؟ این یک سوال، یک جواب. از اینجا فایده حیات بخش جهان مادی از جمله ما انسان ها
کدام است؟ فایده حیات بخش جهان مادی از جمله ما انسان ها کدام است؟ جوابشو بنویسین بچه ها. تایم بهتون میدم، یک دقیقه زمان دارید، بر اساس آنچه که گفتم بنویسید. خب بچه های عزیزم، قبل از اینکه جواباتون رو چک کنیم دقت کنید اینا رو چجوری باید پاسخ میدادید، بعد میریم به تحلیل سوال میپردازیم. با من باشین. دستیابی به اکسیر حیات توسط انسان وابسته به چیست؟ سوالت امتحان نهایی، وابسته به چیست؟ خب چون بحث انسانه، باید بریم تو اون آیهی که میگفت استجیبو لله و رسول، اگه این کارو بکنید یحییکم، حیات میرسید. دستیابی به اکسیر حیات یعنی یحییکم وابسته به چیه؟ به اجابت خدا و رسول. یعنی جواب اینجا میشه اجابت خدا و رسول. مفهوم ساده ترش میتونه بشه دینداری. توصیه من اینه که اجابت فرمانهای خدا و رسول رو اولویت بدید. قسمت دوم سوال، این راجع به انسان بود، وابسته به چی بود؟ حیات وابسته به دینداریه. اما این یکی فایده، الان تو این سوال باید وابسته رو میدیدی، اینجا فایده رو میدیدی. فایده حیات بخش جهان مادی چیه؟ اینجا باید بگیم لنوهیه بهی بلدتن میته، زمین مرده زنده میشه. فایده حیات بخش جهان مادی چیه؟ میگیم زنده شدن زمین مرده. یه زمین مرده هم زنده میشه. حالا بریم ببینیم شما چی دارین. چطور به من بدین؟ یعنی زنده شدن فایده آب ها چی شدین؟
آمل نباید چیزی بنویسم نه؟ آره. خب باش اون هر دور اونو بیارید بعد چت رو بیارید، من دست نمیزنم. خیلی خوب. اونم بیارید پشتش لطفا. خب بیایید از بالا. به به. بچه ها اسمای آشنا میبینم و بچه هایی که پارسال دهمو با ما بودن. سلامی گرم ویژه دوستان قدیمی. تیامو دیدم. آره این بودیم. حالا چت رو بنویسیم. بله. تیام. بله بله بله. یه لحظه سما استجیبو لنوهی. بچه ها سما حسنزاده در دو تا کلمه هر دو جوابو نوشته. درود بر تو سما. اسم سما رو برام یادداشت کنید، مثل اون سه تا اسمی که تو کتاب دهم داشتیم لطفا. بعد نگه دارید، آروم آروم میریم بالا. بله. دینداری یکی از جوابهای ماست. شهراد احسانی. وابسته به عمل به دستورات خدا و رسول درسته. فایده آن پیدا کردن راه درست زندگی نه. رامان پنهانی. قسمتی از جواب درست بود شهرام. اجابت از خدا و رسول قسمتیش درسته. اطاعت از خدا و رسول درسته. اجابت خدا و رسول، آها اینجا ببینید، هستی شهبازی قسمت اولو درست نوشته، قسمت دوم گفته آب. خب اوکی، فایده آب چیه؟ اون زندگی بخشیدنه. یعنی فایده حیات بخش مادی از جمله انسان‌ها، فایده آب چیه؟ اینجا اشاره میکنه به فایده آب، باید بگید زندگی دادن و زندگی بخشیدن. میریم هستی رو خوندیم، بریم پایین تر. دین و آرامش یه قسمتش فقط جواب، آرامش روح جوابی نیست. اجابت خدا و رسول برای زهرا پذیرفته است. فاطمه جان نه. علی دین و آب. آب رو باید مینویسی حیات، آب حیات بخش. بله استجابت درست قسمتش. دین پیروی از دستات خدا یکیه سارینا، هر دوش یکیه، دوست قدیمی ما. وابسته به اجابت خدا و رسول دوست. الهه جان یه قسمت از جوابو گفتی. غزل یه قسمتو گفته. سبا یه قسمتو گفته. آرش جان کاوه تو باید بدونی دینداری در قسمت اول درسته که میشه ایمان. سبا صبوری، ایمان به خدا و رسول نه، اجابت خدا و رسول. سبا جان اجابت خدا و رسول درسته. اینم دینداری درسته آرش، ولی باید بگی اجابت خدا و رسول. آبم فایدهشو بنویس که حیات بخشه. بله بریم بالاتر. بریم درسته. قسمتی رو گفتن. نگه دار یه لحظه بیار پایین تر، یه لحظه بیار. خوب همینجا ببینید، برای که بدونید به جواب دارن میرسن. جواب درست هست. سوال سخته، سوالم تا نهایی 1400 بوده سخته، ولی درست دارن جواب میدن. یه ده. ببین اسراء قلی‌زاده میگه دینداری آب زنده کننده زمین است. آفرین. الان کاش به جای دینداری هم میگفت اجابت خدا و رسول و دینداری، بعد اینجا میشد آب زنده کننده زمین است. آفرین به تو، درود بر تو اسراء. برو بالا. به دینداری وابسته است درسته خانم ناظری. بله بله بریم بالاتر. خوبه خوبه. بله ارشیا همینجوره. روناک عزیز ببین اینجا دین تو باید بکنی دینداری، آبم باید بکنی زنده بودن. و بریم پایین. بله پریا یه قسمت درسته. نیما عسکری قسمت درسته. قسمت اول مریم جان قسمت اولت فقط درسته. برو جلو. نه فرزاد کلن اشتباه رفتی مسیر رو. فرزاد لشکری عزیز سوال رو اشتباه رفتی. بله سبا جان تو قسمت اول درست کردی ولی قسمت دومت اشکال داره. دینداری و ایمان به خدا نه، دینداری و اجابت فرمانهای خدا و رسول. محمد پارسا که از دوستان قدیمی ماست آقای خدزاده قسمت اولش درسته. بله محمد امین قسمت اولت. برو پایین. بله همه قسمت اولو درست دادن، قسمت دوم بعضی. آها دقت کنید بچه ها، الان محمد رضا زنگی آبادی دوست عزیزی که جدیدم هست، من پارسال خدمتشون نبودم، محمد رضا میگه دین که منظورش همون دینداریه، اجابت خدا و رسول درسته، قسمت دومش هم حیات بخشی. اونم لطفا اسمشون رو یادداشت کنید. تیام روشنی قسمت اول درسته تیام جان. بله این کاربرم که اسم نداره، اگه نه شایسته بود درست جواب داده.
خیلی خوب، بریم بالا. باز هم بریم، بریم. غزنفری چی میگه علی؟ وابسته به اجاد خدا رسول و دینداری در آب که مادی است. این قسمت، این در آب باید بگیم زنده، حیات بخشی. قسمت اول درسته، بله. برید بالا، بریم بالا. خوبه، بریم. اوکی، خیلی خوب، مرسی. فاطمه دیوانی زاده هم درست، کاملا درست نمیشه. نمرش رو بهش میدن و بیستش رو میگیره. فاطمه درسته. مریم کاتوزی درسته. برو پایین. پریا اینا قسمت اولتون درسته، ادامهش درست نیست. احمد رضا درست نیست قسمت اول. بله بچه ها، دیدید من بیشتر سوالاتتون رو تحلیل کردم، سعی کردم اسماتون رو بگم، تک تک توضیح بدم تا به جواب برسید. من خواهش میکنم اگر چت رو برداریم، تکرار میکنم، اکسیر حیات یعنی یوهی کم، وابسته به اجابت خدا و رسوله که شاید 50% کسایی که اومدن مشارکت کردن این قسمت رو جواب داده بودن. اما قسمت دوم فایده آب رو میخواد. فایده آب یعنی فایده در جهان مادی. فایده آب، فایده آب حیات بخشیه. لنوحیه بلدت میت است و این جواب صحیح ماست. زنده شدن زمین مرده، حیات بخشی، زندگی دادن. سوال، سوال امتحان نهایی، سوالی که با نزدن این نیم نمره، اگه قسمتش رو زده باشه قسمتش نزده، نیم نمره رو از دست میدی. کلاس ما کلاسیه که شما رو با اون یک دو نمره‌ای که احتمالا وقتی خودت میخونی متوجه نمیشی میخوام نزدیکت کنم. میخوام تو رو به سبک سوالات آشنا کنم. شما دیدید که من حداقل 4-5 نفر رو دیدم کامل کامل 100% جواب دادن. خب همینه که احتمالا 20 معدل 20 کمه. تعدادی آدم ها درسشون رو کامل میگیرن. من صفحه اول درس رو کتاب 11 به شما درس دادم، با دو آیه استقبال کردیم از درس، وارد شروع درس یک میشیم. بچه آنچه که گفتیم در واقع صفحه اول کتابتون بود، این یه صفحه. حالا میریم رو درس اول. اسلاید رو بزنیم بریم درس یک. هدایت الهی. خب بیاید این ور. بچه کار پیغمبرا، کار پزشکا، کار معلما، کار کارگرا، کار منشیا، هر کسی یه کاری داره دیگه. حالا کار پیغمبرا چیه؟ هدایت. هدایت. کار اماما چیه؟ هدایت. کار فقها چیه؟ هدایت. میخوایم بریم تو فیلد هدایت. هدایت الهی، راهنما کردن، راهنمایی کردن. من در آغاز هر درس، ببینید بچه ها الان اینجا نوشتیم درس اول از کتاب 11 هم. چشم به هم بزنی من و تو با هم انشالله قبل عید میرسیم، مینوشتیم درس 12 هم از کتاب 11 هم. 12 درستون تمام شده تا اسفند، دورم کردیم انشالله. بعد عیدم میایم باز دوره میکنیم تا قشنگ تو ذهنت تثبیت بشه. الان میخوام بگم تو درس اول تا درس 10 محتواش هدایت، منتها 4 تا درس هدایت پیغمبرا رو میگه، 5 تا درس هدایت کردن اماما رو میگه، 1 درس هم هدایت کردن فقها رو میگه. هر 12 درس رو من تو یک خط خلاصه میکنم. الان درس 1 تو یک خط خلاصه اینجوری شروع میکنم. ببین در این درس با چی آشنا میشیم، این درس چیو چی میدونه. ببین چیو چی میدونه، تو تمام درس ها این جمله رو باید بتونی بگی. الان تو درس 1 در این درس با نیازهای برتر آدمی آشنا میشیم. میخوایم نیازهای برتر آدمو بخونیم. نیازهای غریزیمون نه، نیازهای طبیعیمون نه، یه سری نیاز داریم، نیاز برتره. اون 3 تا نیاز برتره رو میخوایم بخونیم. خیلی قشنگه. امروز تا همینجا شو درس میدم. بعد این درس چی رو چی میدونه؟ این درس میگه معیته، یعنی با هم بودنه. هدایت الهی با عقل انسان پاسخی به نیازهای برتره. تو این درس میخوایم بگیم 3 تا نیاز برتر داری؟ بعد اگه عقلت با وحیی که خدا فرستاده
قاطی بشن، جواب اون نیازاتو برطرف میکنن، نیازتو برطرف میکنن. بخونیم ببینیم چیه. نه نخونیم، بهتون میگم چیه. ببینیم بچه ها، میخوام اینجا یه چیزایی بنویسم. چی بنویسم؟ یه صفحه بدین، فکر کنم صفحه بدین بهتر. یه صفحه خالی به من بدین. دخترا، پسرا، عزیزا، آدما یه سری نیازها دارن. ما تقسیمشون میکنیم به نیازهای طبیعی که همون غریزی است. تشنت میشه، گشنت میشه، خوابت میاد. اینو نیاز طبیعی غریزیه. اینو پاسخ داره. آره، تشنه میشم آب هست، گشنه میشم غذا هست. باید بری تو جهان خلقت پیدا کنی جواب شدی. بری تو طبیعت برطرفش میکنی. طبیعی به سن بلوغ رسیدی نیاز جنسی داری، پاسخش هم تو جهان خلقت هست. یکم فکر کنی میفهمی، میری استفاده. من معتقدم تو هنوز به این مرحله نرسیدی و دعا میکنم نرسیده باشی، اما بخوای نخوای یه تعدادتون به اینا رسیدین. به چی؟ به این نیاز بردار. آقا یه سری نیاز هست به نام نیازهای برتر، نیازهای اصیل. انگار اینا اصلن، اونا فیکن. نیازهای بنیادین. وای میدونید اگه این نیازها تو وجود آدم زنده بشه و اذیتت کنه، ببین خوابت میاد، دیدی مثلا اگه خوابت میاد هی اینجوری میشی دیگه، نمیتونی تو جلسه با اکتیو باشی. ببین وقتی گشنته، هی ضعف داری، هی دلت میره، اینا نیازهای طبیعیه. حالا اینا اگه ایجاد بشه چیه؟ آرام و قرار رو ازت میگیره. اولا که نیازهای برتر خودشو به شکل سوال نشون میده، پرسش. چون از من سوال میپرسی، من میفهمم درگیر نیازهای برترت شدی. میپرسی آکریمی، بله، چرا ما زندگی میکنیم؟ ببین هدف از زندگی چیه؟ شناخت هدف. بعد اینو به شکل چی میپرسی؟ چرایی. چرا زندگی میکنی؟ واخه اگه جواب ندی؟ هر سوالی یه جوابی میخواد. اگه نتونی جواب بدی، آرامشت ازت میره. من رشته تحصیلیم فلسفه هست بچه ها. من دکترای فلسفه دارم و فلسفه خیلی عمیق با تعقل به مسائل زندگی نگاه میکنه. در فلسفه غرب یک فیلسوفی هست به نام نیچه، میگه چرایی زندگی را دریابید، با هر چگونگی خواهید ساخت. اگه بدونی چرا، با چگونگی ها میسازی. وقتی میدونی چرا، دو، درک آینده. دوباره تاکید میکنم، به نظر من خیلی از شما هنوز به این دغدغه ها نرسیدین ها، ولی اگه یه روزی یکی از دوستای شما، خدای نکرده یکی از بستگانتون که دوستش دارین، به رحمت خدا بره و فوت کنه، دوست داری بدونین خب یعنی چی؟ الان اون چی میشه؟ مثلا مرده، بعدش چی؟ خب تموم شد؟ کامپیوتر دیدین یه خاموش میشه،
تمام؟ اینجوریه، آدم اینجوری خاموش میشه دیگه، تموم میشه همه چی، یا یه چیزایی هست اونور، یه اتفاقایی هست. شرایط زندگی اونور چه مثلا نسبتی با اینور داره؟ ببین بچه ها، برای کسی یه سوال خوب پیش اومده بود، من خیلی خوش آمد با هم صحبت های خوبی داشتیم و لله شکر متقاعد شدن و خیلی آرام گرفتن، ولی به هم ریخت و گفت من نمیفهم جهنم یعنی چی آخه، مثلا چرا آدم باید برن جهنم، درک نمی کنم. ببین راجع به آینده داشت میپرسید، آینده نه یعنی که شغل چی میشه، آینده بعد از مرگ همیشه منظوره. گفت مثلا یه عده گناهکارا میرن تو جهنم، اونم قرار تو جهنم همیشه بمونن، این یعنی چی؟ یعنی خدا چرا مجازات میکنه اینا؟ فلسفه‌اش چیه؟ من میخوام اینا مجازات میشن که چی بشن؟ مثلا مجازات میشن که دیگه عبرت بگیرن، از این کارا نکنن، دیگه بر نمیگردن تو دنیا که از این کارا نکنن. اونا رو مجازات میکنن که دیگران بفهمن، دیگران هم اونا تو بهشتن دیگه، تو بهشتیا که دیگه گناه نمیکنن. یه نفر رو مجازاتش نمیکنن که اونی که تو بهشته بفهمه اگه کار بد کنی میری جهنم. خب این برای سوال بود دیگه، درکی نداشت از جهنم. گفتگو کردم که اصلا این نیست، باید با هم حرف بزنیم، باید کتاب بخونیم. اینا یک چالش های فلسفی و فیزیکالیسمه، یعنی فیزیکاله، باید بفهمیم یعنی چی جهنمی هست یا نیست، به چه شکلیه، درک ندارن. چیه من باعث میشه من جهنمی بشم یا بهشتی؟ اصلا فلسفه وجودی اونا چیه؟ میدونی اگه اینا تو سر آدم بیفته ما کجا میریم و اونجا چطوریه و چجوری میشه اونجا رو تغییر داد یا اونجا رو ساخت؟ خیلی مطالب مهمیه واقعا. به نظرم زندگیت حالت طبیعی دیگه نداره، یکم عوض میشی. و از همه مهمتر که با این دوتا سررشته داره، سومیه، کشف راه درست زندگی. آقا راه درست چیه؟ یعنی اگه بخوایم به شکل سوال مطرحش کنیم، چطوری اینو گفتیم میگیم چرایی، اینو میگیم کجایی، اینو میگیم چگونگی زندگی. چگونگی زندگی. آقا اینجوری که ما تو شرق زندگی میکنیم خوبه یا اونایی که تو غرب زندگی میکنن؟ سبک زندگی مثلا دینداران سبک درستیه؟ یا سبک زندگی اتئیست ها و اونایی که اعتقادی به خدا و پیام الهی ندارن، کدوما درسته؟ به این سه تا سوال اساسی که اولا باید به ترتیب یاد بگیری، ثانیا باید دقیق یاد بگیری، مثلا نگی درک هدف، نه، شناخت هدف، درک آینده، کشف راه درست زندگی، این سه تا میشن نیازهای برتر ما. خودشونو به چه شکل نشون میدن؟ سوال. تا پاسخ هم ندی آروم نمیگیری. اگر کسی درگیر این نیازها بشه و چنین سوالات براش به وجود بیاد، سراسر وجودش میشه دغدغه و تا به جواب نرسه آروم نمیگیره. البته کدوم مهمتره تو کتاب شما میگه این، تو رشته من میگه این. ما تو کتاب شما رو مهم میدونیم، کشف راه درست زندگی. حالا دقت کن، ما در این درس با نیازهای برتر آشنا میشیم و چجوری میشه به اینا پاسخ داد؟ آها، آقا عقل به تنهایی نمیتونه بگه هدفت چیه، عقل به تنهایی نمیتونه درک کنه چرا آینده جهنم هست، بهش هست یعنی چی، عقل به تنهایی نمیتونه بگه راه درست چیه. اگه میگفت که این همه آدمایی که الان دارن زندگی میکنن همه مثل هم زندگی میکردن، این درست است، اینم میرفت این همون زندگی میکرد، چطوری میشه به این جواب رسید؟ با اینجوری، باید همراهی کنه. ما بهش میگیم معیت، با هم بودن، عقل و وحی. عقل و وحی کنار هم دیگه به ما پاسخ میدن به این سوالا، چرا زندگی کنم، کجا میرم بعد مرگ، چجوری زندگی کنم. یکی از اینا یعنی کشف راه درست زندگی در واقع
جمع اون دوتاست و با اونا ارتباط داره. این درس امروز ماست. ما در کتاب 11 درس 1 با نیازهای برتر آشنا میشیم و معتقدیم اگه عقل و وحی این دوتا با همدیگه کمک کنن و همراه باشن، حتما جوابش رو پیدا میکنیم که هدف ما چیه، آیندهمون چی میشه، راه درست زندگی چیست. بیایم اینور. بچه ها عقلتون رو دارید؟ به دین هم توجه کنید، قرآن رو عقلی بررسی کنید، میفهمید که اگه یه روزی درگیری این سوال شدین که هدف از زندگی چیه، چرایی، آینده کجا میریم و کجایی، کشف راه درست زندگی، چگونگی زندگی رو خواستی، اگه یه روز دنبال جواب اینا بودی، حتما تو میتونی با همراهی عقل و وحی به اینا جواب بدی. میخوام از آغاز درس 1 شروع کنم. قبل از اینکه شروع کنم اون نظرسنجی رو بالا پاسخ بدید. 1. دین برای زندگی است. 2. زندگی برای دین است. بچه ها من دین رو اومده تا من بهتر زندگی کنم، میشه گزینه 1تون دین برای زندگی است، یا نه زندگی میکنیم تا دین رو پویا نگه داریم و حفظش کنیم. دین برای زندگی است یا زندگی برای دین؟ پاسخ بدین تا شروع کنیم. حتما این نظرسنجی رو پر کنید، اسلایدهای منم بیارید، اون اسلاید صفحه اول که هدایت الهی است. دخترها پسرها، آیا دین برای زندگی است یا زندگی برای دین است؟ پاسخ بدید. من به شما تایم میدم. صدا رو باز کن. ببینیم شما چه پاسخی دادید. آیا شما معتقدید دین و مفاهیم دینی اومدن تا زندگی برای انسان دوست داشتنی بشه و آسون بشه و بهتر یاد بگیریم چجوری زندگی کنیم؟ یعنی دین کشف راه درست زندگی رو میده؟ یا نه اصلا ما زنده اومدیم تو این دنیا جون بدیم، فلتلاش کنیم و یه کار کنیم دین زنده بمونه؟ نظرسنجی رو ببینیم. به 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 84% بچه ها هم نظر با منن و هم نظر با مؤلف کتاب درسی. مؤلف کتاب درسی من و 84% معتقدیم دین برای زندگی است و بر این اساس کتاب دینی نوشته شده. بچه ها دوستانی که زدن زندگی برای دین، علل قاعده احتمالاً آدم‌هایی هستن که خیلی دینداری تند و تیزی دارن یا اعتقاد به این دارن. مثلا فکر می‌کنم باید جونت هم بدی که دینت بمونه. دین برای اینه که ما جون ندیم. دین برای اینه که ما سالم زندگی کنیم، زیر ظلم نریم. دین برای اینه که ما آرام زندگی کنیم، استراب نداشته باشیم. دین برای اینه که ما حلال بخوریم، آسیب نبینیم، صمیمی باشیم. یعنی دین وسیله حیات و زندگیه. چون میگفت استجیب لله و للرسول، میشه دین یحییکم، برای زندگیه. پس دین برای زندگیست. 84% مؤلف کتاب درسی، مدرس دین و زندگی با هم یکی هستن. امیدوارم در مسیری 15% هم با ما بشن. مرسی از مشارکتتون تو نظرسنجی. بریم ببینیم درس 1 چی میگه. اسلاید بعدو به من بدید.
احتیاج دائمی انسان به داشتن برنامه‌ای که پاسخگوی نیازهایش باشد و سعادت او رو تضمین کنه سبب شد. خب میگن چی سبب شده که در طول تاریخ همواره شاهد ارائه برنامه‌های متفاوت و گاه متضاد از جانب مکاتب بشری باشیم؟ بریم رو تابلو. نوشته های منو دقت کن. ما یه چیز داریم به نام مکاتب بشری. مکتب بچه ها در واقع منظور مکاتب فلسفی هست. ما یه سری مکاتب فلسفی بشری داریم، جمع دیگه، مکاتب جمع مکتبه، که اومدن برنامه های متفاوت و گاهی هم ضد هم ارائه دادن و تو اونجا اومدن گفتن اینجوری زندگی کنین تا خوشبخت بشین. سوال میدیم چرا این همه فیلسوف و روانشناس دارن تلاش میکنن راه درست زندگی رو به ما یاد بدن؟ جواب: چون ما احتیاج داریم که یکی راه به ما یاد بده. بسته بدین به بچه ها. احتیاج دائمی انسان به داشتن برنامه‌ای که پاسخگوی نیازهایی باشه و سعادت اونو تضمین کنه، این سبب شده در طول تاریخ برنامه‌های متفاوت و متضاد و گاه از جانب مکاتب بشری ارائه بشه. فرویدیسم، اسم یعنی مکتب، مکتب فروید. اومانیسم، نیهیلیسم یعنی پوچگرایی، مکتب پوچی. کمونیسم، سوسیالیسم، این اسم ها یعنی مکتب. این همه اسم داریم یعنی مکاتب بشری که برنامه زندگی دادن. چرا؟ جواب: چون ما احتیاج داشتیم یکی بیاد نیازامونو برطرف کنه و خوشبختیمونو تضمین کنه. آدم ها که دارن زندگی میکنن دوست دارن خوشبخت زندگی کنن، دنبال یه برنامه میگردن من چیکار کنم که اون منو خوشبخت کنه. چون ما میخواستیم یکی راه درست زندگی رو به ما بگه، این همه فیلسوف اومدن اینو گفتن. یه سوال جواب خوشگل که دوبارم سوال امتحان نهایی بوده. چه چیز سبب شده در طول تاریخ همواره مکاتب مختلف متضاد فلسفی به وجود بیان؟ جواب: احتیاج دائمی انسان به داشتن برنامه‌ای که پاسخگوی نیازهایش باشد و سعادتش را تضمین کند. حالا یک سوال، اینا اومدن آیا میتوان به این مکاتب بشری اعتماد کرد و برنامه اونا رو ملاک خوشبختیت قرار بدیم؟ فروید گفته، اومانیست گفته، کمونیست گفته، نهیلیست گفته، سوسیالیست گفته، پراگماتیسم گفته، آیا اینجوری میشه به اینا اعتماد کرد؟ جواب میگه خیر. میدونین چرا؟ چون اینا همشون پاسخ احتمالی دادن. پاسخهای احتمالی رو آدم باید تجربه کنه. مثلا فروید میگه احتمالا اینجوری کنی خوشبخت میشی، بعد تجربه میکنی که خوشبخت. بعد تجربه نیاز داره که آدم مثلا خیلی اینا رو تجربه کنه، چند تاشو تجربه کنه ببینه کدومش درسته. بعد ما عمرمون محدوده، عمر انسان محدوده، نمیتونی همه اینا رو تجربه کنی. پس این مکاتب قابل اعتماد نیست چون احتمالیه، باید همشون رو تجربه کنیم ببینیم کدوم درسته. بعد ما عمرمون قد نمیده همه رو تجربه. آیا انسان میتونه با تکیه بر عقلش خودش یه برنامه برای سعادت بده؟ حالا اصلا کلن آدما که مکاتب آوردن اصلا قابلیت پاسخ به همچین خوشبخت کردن انسانو دارن؟ جوابشون اینه که نه، میدونین بازم خیر. عقل به تنهایی پاسخگوی کامل نیست چون نیازهای برتر رو عقل نمیتونه پاسخ بده، نمیتونه. آقا این که مثلا بعد مرگ چی میشه اصلا عقل در دسترس عقل نیست. همین بپرسیم بعد از مرگ چی میشه؟ عقل میدونید، چون عقل بر اساس داده ها یه الگوریتم میسازه و نتیجه میگیره. خب اصلا داده ای برای بعد مرگ نیست. ببین این مرد، مرد دیگه، مرد تموش. ما هیچ دیگه از اون برای بعد مرگ نمیگیریم. ما از اونی که مرده هیچ کامنتی به ما نمیاد،
هیچ داده‌ای برای بعد مرگ به ما نرسیده. چون هیچ داده‌ای از آن که مرده به عقل ما نیومده، عقل ما نمیتونه بین اون داده‌ها رابطه برقرار کنه و الگوریتمی بیاد یه جوابی بده بگه بعد مرگ این میشه. پس عقل توانایی نیاز برتر مثلا درک آینده رو نمیتونه بگه. آقا آینده چی میشه بعد مرگ؟ عقل میگه نمیدونم چی میشه. خب مکاتب بشری بر اساس عقل نوشته شده. پس مکتب بشری راجع به این نیاز من که میخوام ببینم بعد مرگ چی میشه هیچی نمیتونه بگه. یه برنامه مناسب برای خوشبختی اصلا با چه ویژگی‌هایی داشته باشه؟ حالا آقا اگه یه آدمی هم میخواد یه برنامه بده واسه خوشبختی، مثلا با ما خوشبختی را تجربه کنید، بچه همی از من پرسی آقای کریمی بعد مرگ چی میشه؟ من باید یه جوابی بهت بدم که اون جواب هم صحیح باشه میشه صحت، هم جامع باشه. یه چی تو نگیره دوتا چیز دیگه تو ول کنه. آدم پر از نیازهای متعدده، یه جوری پاسخ بده که پاسخها هم صحت داشته باشه هم جامعیت داشته باشه. صفحه اول کتاب درس یکتون که مقدم است توسط من تدریس شد، در قالب 3 سوال پاسخ و 1 توضیح که من سوالش کردم. پس 4 سوال رو با هم بخونیم. چرا همواره مکاتبی متضاد مطرح شده؟ جواب: چون همیشه انسان‌ها احتیاج داشتن یه برنامه برای زندگی خوشبختی و سعادت داشته باشن. آیا حرفی که مکاتب میگن قابل اعتماده؟ جواب: خیر، چون مکاتب احتمالی جواب میدن. احتمالی ها باید آزمایش بشه. آزمایش هم نیاز به عمر طولانی داره، ما عمرمون محدوده. سوال: اصلا عقل ما میتونه جواب اینو بده که ما چرا مثلا آیندهمون چی میشه؟ خیر، عقل نیازهای برتر رو نمیتونه جواب بده، لذا عقل نمیتونه به تنهایی خوشبختی بیافرینه. پس مکاتب بشری توانایی پاسخ به خوشبختی ما رو ندارن. و سوال آخر: آیا یک برنامه مناسب برای خوشبختی چه ویژگی‌هایی باید داشته باشه؟ یه جوابی بده: صحت داشته باشه و جامعیت. البته همه اینا رو ما باید مفصل‌تر در ادامه بحث بخونیم. یک سوال که جوابش هم زیرش نوشته: آیا برنامه‌ای که فقط سعادت دنیوی انسان را در بر بگیرد کامل است؟ جواب: خیر، ابعاد مختلفی وجود داره، روحی و جسمی، دنیوی و اخروی. حالا شما میگون برنامه خوشبختی من فقط دنیامو خوشبخت میکنه، خب مسئله آخرت هم چی میشه؟ جسممو شاد میکنه، خب روح من چی میشه؟ و اینا با هم ارتباط تنگاتنگ دارن، لذا برنامه زندگی باید همه ابعاد رو در بر بگیره. نیازهای برتر، اسمای دیگرش رو ببینید: متعالی و اصیل. ما میگیم انسان رو میتونیم مثل سایر موجودات زنده بگیریم که یک دست نیازهای طبیعی و غریزی داره. پس نیازهای طبیعی و غریزی نیازهای مشترک بین انسان و مثلا حیوانات. خداوند پاسخ اینا رو در عالم طبیعت گذاشته: تشنه میشم، طبیعیه. جوابش هم تو عالم طبیعت، اونجا جوابش آب، نیاز، اینم میشه پاسخ. میری تو عالم طبیعت، اگه نیاز طبیعی تشنگی داری تو عالم طبیعت آب میبینی. آره، نیاز طبیعی خستگی داری تو ساختار طبیعت انسان خواب میبینی. آره، تشنه میشم آب هست، خسته میشم خواب هست. به همین راحتی نیازهای طبیعی و غریزی ما پاسخش تو دنیای طبیعت ما وجود داره. قدرت آگاه شدنش هم به ما داده. یعنی عقل آدم ها مثل غریزه حیوان ها کار میکنه و خسته ای شروع کنه به خوابیدن، میفهمه استراحت کنی خوب میشی. اما انسان نیازاش فقط اینا نیست.
اما نیازهای انسان منحصر به نیازهای طبیعی و غریزی نمی شود. زمانی که انسان از سطح زندگی روزمره فراتر رود، در افقی بالاتر بیندیشد، با نیازهای مهمتری روبرو می شود، نیازهایی که برآمده از سرمایه های بیژن. آی بچه ها، تو کلاس دهمتون خوندین انسان 6 تا سرمایه داره که 5 تاش درونیه: عقلت، اختیارت، فطرتت، گرایش به نیکی، وجدان. این 5 تا در درونه، پیامبران هم در بیرونه. تکرار میکنم، درس 2 کتاب دهم: عقل و اختیار و فطرت و گرایش به نیکی و وجدان. این 5 تا سرمایه درونی رو داری. چون ما اینا رو داریم، نیازهای برتر رو داریم. عقل داریم، میخوایم ببینیم چرا زندگی میکنیم. اختیار داریم، میخوایم انتخاب کنیم. فطرت داریم، گرایش به نیکی داریم، وجدان داریم. پس نیازهای برتر برآمده از سرمایه های ویژه‌ای هستند که خدا به ما عطا کرده. پاسخ صحیح به این نیازها سعادت انسان رو تضمین میکنه. این جمله خیلی خوبیه بچه ها. که چی خوشبختی ما رو تضمین میکنه؟ این یونسکو یه بحثایی داره که مثلا سالانه تغییرم میده، که مثلا خوشبختی تو چیه؟ جهانی ها، یعنی یه مباحث جهانی. مثلا کی خوشبخته؟ خوشبختی تو چیه؟ من یادم یه زمانی دانشجو بودم، اونجا نوشته بود که خوشبختی در اینه که آدمایی که چیزای کمتری برای پنهان کردن دارن احساس خوشبختی بیشتری میکنن. یعنی هرچی کمتر چیزی رو بخوای پنهان کنی، احساس خوشبختی بیشتره. خیلی خوب بود، ولی این عوض شد. الان خوشبختی میگن در اینه که آدم بتونه به اون سه تا نیازی که گفتم یه جوابی بده. یعنی وای اگه کسی درگیر این بشه که ما چرا زندگی میکنیم و نتونه جوابی براش پیدا بکنه. به همین میگن پوچی، نیهلیسم، خودکشی. تموم. خوشبخت کسیه که برای این سوال که ما چرا زندگی میکنیم یه جواب قابل قبول برای خودش داره. آیندهمون چی میشه؟ ببین، ما همیشه در معرض از دست دادن عزیزانیم و باید برای این سوال یک جواب داشته باشیم که ما رو آروم کنه. خوشبختن آدمایی که وقتی کسیشون رو از دست میدن، برای این فقدان جوابی دارن که تلاطمشون حیات و زندگی و کار و همشون رو ازش نمیگیره. جواب داره دیگه، این اینجوری بوده، این شده. و خوشبخت کسیه که میدونه راه درست زندگی چیه. خوشبخت کسی نیست که مدتها 10 سال یه مسیر رو اومده، پاش تاول زده و الان فهمیده مسیر رو اشتباه اومده. خوشبخت کسیه که راه درست زندگی رو میدونه. یک بار دیگه به این جمله دقت کنید. پاسخ صحیح بسته میدین؟ پاسخ صحیح به نیازهای اساسی سعادت انسان را تضمین می کند. تضمین سعادت در چیه؟ پاسخ صحیح به نیازهای اساسیه. این نیازها تدریجاً دلمشغولی، دغدغه و بعد سوال تبدیل می شن. سوال چی؟ سوال میشه نیاز. نیازها اول قلقلکت میدن، دل مشغولی، بعد به همت میریزن، دغدغه، و بعد میگی من همش درگیر این سوالم. سوال که انسان چرا زندگی میکنه؟ بعد مرگش چی میشه؟ راه درست زندگی چیست؟ 3 تا نیاز برتر. اینا سوالن که تا پاسخم ندی آروم نمیشی. پس آرامشت در پاسخ دادن به این سوال است. حالا اینا رو شروع میکنیم. 1. شناخت هدف زندگی. حتما باید ببینید اولین نیاز برتر. یعنی مهمه که بدونید این اولین نیاز برتره.
انسان میخواهد بداند برای چه زندگی میکند. میشه چرایی زندگی. کدام هدف میتواند با اطمینان خاطر زندگیش را صرف آن نماید؟ او میداند اگر هدف حقیقی را نشناسد یا در شناخت آن دچار خطا شود، عمر خود را از دست داده است. اولین نیاز برتر چیست؟ هدف، شناخت هدف. ببین، شناخت، شناخت هدف. بعد در قالب چه سوالی خودشونشون میده؟ چرا زندگی میکنیم؟ امام سجاد ما پیوسته این دعا رو میخونده. خدایا، این میشه دعا، ایام زندگانی مرا به آن چیزی اختصاص بده که مرا برای آن، ببین، برای آن میشه هدف، شناخت هدف. آفریدی. سوال امتحان نهاییتون اینجوریه، سوال امتحان پایان ترمتون اینجوریه. اولا اینو جا خالی میتونن بهتون بدن، خدای ایام زندگی مرا با آن چیزی اختصاص بده که نقطه چین، مرا برای آن آفریدی. یه سوال دیگه اینه که پیام این حدیث چیه؟ پیام این حدیث اینه که بدونی این تأکید داره بر گذران زندگی در مسیر هدف اصلی. آقا مرا برای اون آفریدی، خدایا زندگی منو ببر به جوری که برای اونی که تو آفریدی باشم. یعنی داره تأکید میکنه زندگی من در مسیر هدف اصلی بره. حالا دوستانی که از کتاب دهم چیزی یادشون باشه، میدونن که هدف زندگی قرب الهی است و امام سجاد اینجا داره میگه من میخوام زندگیم در مسیر هدف اصلیم باشه. هدف اصلی میشه قرب الهی. البته یادتون نره که دنبال هدف اصلی بودن منافاتی نداره با اینکه شما اهداف فرعی رو هم برین. اصل زندگیتون برای هدف اصلیه، اهداف فرعی رو هم میرین. نکته دوم، درک آینده خیش. آقا ما میخواییم بدونیم که آیندهمون چی میشه. ببین، درک کنیم. خیلی از شما ها اعتقاد به قیامت دارید میشه آینده، اما وقتی یه چیزی میگن درک نمی کنید. آقا من میدونم 80% شما نمیفهمید یعنی چی یه پل صراطی هست که از روی جهنم رد میشه، بعد ما باید باریکتر از مو، برنده تر از شمشیر روی اون را بریم. وقتی را میریم هی کارهای گناهامونو میگن، تو بودی که فلان کردی، بعد اینجوری میکنی، بعد تو اگه گناه کرده باشی پات سر میخوره و از اون بالا میفتی میری جهنم. دلت میخواد بگی اینا یعنی چی آقا کریمی؟ من نمیفهمم اینا یعنی چی. آتیش میاد یعنی واقعا آتیشه؟ مثلا جسم من میسوزه و مثلا من بسوزم چی به خدا میرسه؟ چرا ما رو میخواد بسوزونه؟ مثلا اینا درک نمیکنه. اینا رو براش توضیح هم بدی و اگه اینا سوال بشه و بتونی به اینا جواب بدی، اصلا زندگیت روشن میشه، شیرین میشه. اولا باید بدونی این دومین نیاز برتره. دومین نیاز برتر، انسان میخواهد یعنی نیاز دارد درباره آینده خیش بعد از مرگ پاسخ به سوالات زیر بده. چه سوالی؟ آقا دلش میخواد، یعنی نیاز داره بدون آیندهش چی میشه، آینده او چگونه است. من جواباشو میگم تو کتاب درسی، اینا فقط سوالاش مهمه، جوابای اینا بر اساس اطلاعات کتاب دهمه. تو اگه بخوای بدونی آیندت چی میشه، من میگم یه حیات برتر در انتظارته. تو بعد مرگ، مرگ نداری، حیات داری. مرگ انتقال از این دنیا به یک دنیای برتره. پس آینده او چه میشود؟ یک حیات برتر در انتظار اوست. آیا زندگی او با مرگ تمام میشود یا دفتر حیات او به شکل دیگری گشوده میشود؟ جواب، مرگ فقط یک پله، اونم برای انتقال به حیاتی برتر اخروی.
نحوه زندگی پس از مرگ چجوریه؟ ما اونجا چجوری زندگی میکنیم؟ میگیم ابتدا بعد از مرگ میریم تو برزخ به صورت غیرمادی زندگی میکنیم، سپس میریم تو قیامت، هم جسم داریم هم روح. یعنی تصور کن این محمد کریمی که جسم و روح داره پیر میشه، فوت میکنه، مدتی روحش تو برزخ، جسمش تو خاکاست، بعد دوباره قیامت میشه، جسم و روح این دوباره به هم میپیونده. ما همین مدلی که الان اینجا هستیم در بهش و در قیامت زندگی میکنیم. این میشه ما اعتقاد، نحوه زندگیمون اینه. الان من اینا رو میگم اینا اعتقادی ها، یعنی یه آدم اگه اینا براش دغدغه بشه بگه بعد بتونه اینو درکش کنه. به نظر من کار آسونی نیست اینه که من دارم میگم. تو فکر کنی آره ما میمیریم، جسممون میره تو خاک، روحمون میره یه جایی. خب کجا میره؟ چجوری میره اونجا؟ بعد با کدوم چه بدن ما خاک میشه؟ این خاکا پودر میشه، آب باد میاد جا به جا میشه. آقا مثلا این سیل که اومده تا حالا فکر کردی مثلا قبرستونا رو چیکار کرده؟ خب اینا همه جا به جا اینا قاطی میشن تو آب میشن، بعد اینا گیاه و خاکا اینا رو جذب گیاهان میشن، گیاه حیوونا میشن. و آقا روز قیامت قرار جسم من دوباره از این خاک زنده بشه، چجوری این خاکا از تو هم در میاد روح من باج؟ ببین درکش سخته و آدما دوست دارن درک کنن آینده خودشونو. زاد و توشه سفر به جهان دیگه چیه؟ ما میگیم عمل صالح. خوشبختی در آن سرا و در گره چیه؟ یعنی اگه من دوباره زنده شدم در چه صورت اونجا احساس خوشبختی میکنم؟ در صورتی که ایمان و عمل صالح داشته باشیم. ولی خب من میگم آقا من خودم الان یادم نیست 3 سال پیش در چنین روزی اصلا کجا بودم، تا چه رسه به این که یادم باشه چه کاری کردم، تا یادم باشه که مثلا اون کاری کردم راست گفتم یا دروغ گفتم. چجوری اینا همه یاد خدا میمونه و اون روز این قیامت میگه اون روز دروغ گفتی بیا برو جهنم؟ اصلا اینجوری نیست که. دروغ تو یه حقیقتی داره، در این عالم سیو میشه، نگه داشته میشه. یعنی دروغت مثلا شبیه یه دونه چه میدونم یه دونه اسکیت یه شکل، شبیه یه شکل بهتر بگم که بود داشته باشه، استیکر نگم، که یه شبیه یه شکل بود داره، سیو میشه و روز قیامت این برات تجسم پیدا میکنه. خب باز اینا الان درک میخواد. بچه ها من الان نمیخوام به شما معاد درس بدم که این مال درس کتاب دهم بوده، ولی میخوام بگم این نوع سوال ها برات پیش اومده، سوال میپرسی تا درک کنی بعد از حیات من. و بچه ها من باز میگم من فکر میکنم شما هنوز درگیر چه این سوالاتی نشدی، اما من پدری رو دیدم که بچه 6-7 سالش به رحمت خدا رفته، دختر بچهش، و این آدم جنون گرفته بود. میگفت نمیدونم الان آقای کرمی یعنی اون الان سرش رو خاک هاست، ببین بیا بریم خاک رو بکنیم یه متکا بذاریم این بچه سرش درد نگیره. من میگفت یعنی اون الان تنها شب میترسه، میخواست که اگه زنده است میترسه، اگه مرده است آخه این چه زندگیست؟ یعنی ما یه بچه بیاریم 6 سالشه بمیره بره؟ ببین درکی نداشت. با اینکه بتونی بگی نه اون الان تو اصلش روحشه، روحش در آرامش، اینو باید درک کنه، سخته. بعد آدم هایی که درگیر میشن که یعنی چی؟ یعنی مثلا اون آدم 5 سال دیگه چطوریه؟ 10 سال آیا ما رشد میکنیم؟ روح بچه‌مون هم با ما رشد میکنه؟ بابای من که به رحمت خدا رفته اون در چه شرایطیه؟ ببین بچه اینا همش سواله، بتونه اینا رو درک کنه. وای اگه اینا سوالای دغدغه‌های زندگیت بشه، نمیشه راحت ازش بگذری، همش به شکل سوال خودشو نشون میده. ما میگیم پاسخ به این سوالات بحث معاده، در واقع وحی یا همون دین یه پاسخ صحیح به اینا میده. یه شاعری میگه روزها، خیلی از روزها فکر من این است و همه شب سخنم، فکر و حرفم اینه، روز و شب دارم این فکر میکنم که چی؟ که چرا غافل ز احوال دل خیشتنم. چرا به خودم فکر نمی کنم که چی؟ الان دغدغه، الان دقیقا تو این شعار روزا فکرم اینه، شبا دارم حرف میزنم، آخه چرا من غافلم؟ ببین این آدم الان این تصویر دقه و دل مشغولیه، ناشی از نیاز برتر.
تصویر دغدغه دلمشغولی ناشی از نیاز برتر. خب از کجا آمدم؟ آمدنم بحر چه بود؟ ببین بحر چه؟ برای چی اومدم؟ میشه نیاز اول شناخت هدف زندگی. به کجا میرم؟ میشه به کجا میرم؟ نیاز دوم درک آینده. از کجا اومدم؟ چرا اومدم؟ آخه من چرا تو این دنیا ملان؟ من آدم میشناسم 50 سال شده هنوز به این چیزا فکر نمیکنه. هنوز به اینا فکر نکرده. میدونی بچه‌ها آدما باید از اون نیازهای طبیعیشون یکم فارغ شن. یعنی به اندازه کافی خوابیده باشه، سیر باشه، پول داشته باشه، عشقش رو رسیده باشه، بچه‌ش رو، شهرتش، یه حد اقلایی از همه چیزایی که آدما دنبالشن رو داشته باشه. بعد که داشت حالا واسه سوال پیش میاد آقا ما چرا زندگی می‌کنی؟ اون وقت شد هدف زندگی. میمیریم چی میشه بعدش؟ میشه آینده. از کجا اومدیم؟ کجا میریم؟ چرا اومدیم؟ چرا اومدیم میشه نیاز اول، به کجا میریم میشه نیاز دوم. بچه های عزیز خوبا، این دوتا شعر رو اگه دادن به دوتا نیاز اشاره داره. اگه قرار شد از این دوتا نیاز یکیشو بنویسین، اولویت با اینه. یعنی شعر به کجا میروم از کجا میروم، این شعر اشاره به اینه، ولی بعد از این به این هم هست. یعنی در واقع میخوام اینو بگم، مگه نمیبینید دو بیت اینجا درسته؟ این دو بیت ذیل تیتر درک آینده است، پس اشاره به نیاز دوم داره. اما بهره چه بود هم میتونه به نیاز اول اشاره داشته باشه. بریم اصل بحث اینجاست، کشف راه درست زندگی. بچه‌ها راه درست زندگی چیه؟ راه درست زندگی چیه؟ دغدغه انسان خردمند همینه. اگه تو یک انسان خردمند باشی که هستی، همش دنبال این که چجوری زندگی درسته. همین مدلی که ما وقت و عمرمون رو برای تحصیل میذاریم درسته؟ یا این مدلی که وقت و عمرمون رو واسه ثروت و پول بذاریم؟ یا عمر و وقتمون رو واسه چرخیدن و گردش در طبیعت و دیدن آدمای دنیا بذاریم؟ میبینی همین سه تا گزینه رو بذار، کدوم درسته؟ سوال میشه برای آدم دیگه. راه زندگی یا چگونه زیستن که ارتباط دقیقی با دو نیاز قبلی داره، دغدغه دیگر انسانهای فکور و خردمند است. انسانهای فکور و خردمند. این دغدغه از آن جهت جدی است که چرا این یه دغدغه جدیه؟ انسان فقط یک بار به دنیا می آید. آره بچه ها اینو یادتون باشه. یه نظریه هست میگن تناسخ، تو دوباره میری تو تنه یکی دیگه برمیگردی به دنیا. اینا رو اسلام و دیندارانی قبول ندارن. مسیحی ها، یهودی ها، مسلمون ها اینو قبول ندارن. این بیشتر عقیده بودایی هست، هندو هست. من یه بار اومدم تو این دنیا، تو این کالبد زندگی میکنم و بعد میمیرم و دیگه میرم تو برزخ. روح من دوباره نمیاد تو تن یه بچه دیگه یا یه آدم دیگه زندگی کنه. حالا اثبات این خیلی حرف داره، ولی اجمالا یادت باشه چرا دغدغه انسان‌های خردمند چجوری زندگی کردنه. چون کلا فقط یه بار زندگی میکنه، دوست داره اون یه بار رو درست زندگی کنه. یه بار دنیا رو تجربه میکنی. خواهش میکنم دقت کن به این کلمات. ببین یک بار یه بار میای تو دنیا، یه بار دنیا رو تجربه میکنی. نه اینکه تو دو حال بدن دیگه، ولی تو اینستاگرام پر این که یک بچه ای که یاد همه چی افتاد. اینا بچه ها اساس نداره این حرفا. در این فرصت تکرار نشدنی، باز تاکید به اینکه تکرار نمیشه، تناسخ وجود نداره. بین همه راههایی که پیش روی اوست، راهی برای زندگی انتخاب کند که به آن مطمئن باشد و بتواند با بهره‌مندی از سرمایه های خدادادی به هدف خلقت برسه. بنابراین یکی از سوالات اساسی انسان این است که راه درست زندگی کدام است و چگونه میتوان به آن پرداخت، به اون رسید.
ما جوابشو در این آیه میدیم. ختم کلام و کلاس ما در دو سه دقیقه آخر کلاسیم، درسته؟ در این دو سه دقیقه آخر کلاس در این سوره اومده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر. آه چرا والعصر؟ واو در قرآن یعنی قسم، والعصر یعنی قسم به زمان. حالا این زمان یعنی تاریخ، شاید قسم به طول تاریخ. یعنی من نگاه میکنم به همه آدمایی که از آدم تا همین آدمی که الان هستن، وقتی نگاه میکنی به زندگیش، ان الانسان لفی خسر. انسان ها زیان کردن. ان الانسان لفی خسر. انسان همش در زیانه. انسان همش داره زیان میکنه، ضرر میده. خسران، انسان خسران. آره، آن تو عربی یعنی شدت. به شدت داره ضرر میکنه. کی؟ انسان. اون انسانی که به شدت انس میگیره، این انسان که به شدت انس میگیره، به شدت داره ضرر میکنه. آره، هر لحظه که میگذره جسم ما نحیف میشه این ضرره. هر لحظه که میگذره اگر به مادیات بپردازیم، روح ما از اون خوب خودش فاصله میگیره و این ضرره. ان الانسان لفی خسر. به تاریخ بشریت قسم، انسانها در طول تاریخ دارن زیان میکنن. الا، مگر کسایی که اینجا وقتی میگه الا، یعنی راه نجات از خسران چیه؟ یهو ببین، خسران انسان، انسان خسران داره، ولی یه برنامه میدیم. برنامه یعنی دین، برای نجات از آن. چون آدمها در حال زیانن، قرآن که کلام الهی است میاد هدایت میکنه، راه نجات بهت میده. چه راهی؟ الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. ایمان و ثمرش عمل صالح نجاتت میده. دیگه چی؟ تواصوا بالحق. سفارش به حق و آنچه لازمه این سفارش صبر. پس بچه ها، ایمان و عمل صالح یک و دو، تواصی به حق و تواصی به صبر سه و چهار. اما عمل صالح برای ایمان میشه نتیجه. نتیجه ایمان عمل صالحه. اما صبر برای حق میشه لازمه. لازمه رسیدن به حق صبره. چهار تا برنامه قرآن برای نجات از خسران. قرآن آن داره. آنچه که به شدت خواندنیست میشه قرآن. برای انسان، موجودی که به شدت انس میگیره، اهل خسران، این انسانی که همش میکنه ضرر، خسران یعنی به شدت ضرر، یه راه داره. میخوای جز اونایی نباشی که خیلی ضرر میکنی؟ ایمان داشته باش، عمل صالح انجام بده، توصیه دو طرفه به حق کن و توصیه به صبر کن. سوال اول، چرا به عصر سوگند خورده؟ خدا به زمان یا تاریخ بشر سوگند خورده؟ چرا؟ جواب، زیرا تحقق خسران انسان با گذشت زمان که عمر سرمایه اصلی اوست می باشد. خب چه ضرری داریم؟ آقا عمرمون داره میره و ما شبیه خدا نشدیم. عمرمون که سرمایه‌مونه مثل یخ داره تو آفتاب زمان آب میشه و ما هیچ دستاوردی نداشتیم. خطر از دست دادن عمر و بازماندن از هدف خلقت همیشه ما رو تهدید میکنه. این زیان بزرگ انسانه. زیان انسان چیست؟ جواب اینه، عمر رو از دست بدیم و به هدف خلقت نرسیم. برنامه قرآن برای نجات از خسران چیه؟ چهار تا اصله. یک، ایمان مطلق. دو، ثمره ایمان یعنی عمل شایسته. سه، تواصی همگانی به حق
و چهار تواصیه به صبر و استقامت که صبر و استقامت لازمه تحقق حقه. یه بار دیگه بگم، آقا برنامه قرآن برای نجات از خسران به این انسان چیه؟ ایمان، عمل صالح، حق، صبر. عمل صالح نتیجه ایمانه، صبر لازمه رسیدن به حقته، صبوری لازمه رسیدن به حقه. بچه سوره عصر صفحه 14 کتابتونیم، کل این میخواد بگه انسان داره ضرر میکنه ولی یه برنامه داره برای اون. میدونی سوال طلایی چیه؟ سوال طلایی آخر نکته. شما بفرمایید که آقا این سوره به کدوم یک از نیازهای برتر اشاره داره؟ این سوره به کدوم یک از نیازهای برتر اشاره داره؟ کشف راه درست زندگی. یعنی کل این سوره اشاره به کشف راه درست زندگی. من سوال جوابی پرسیدم، به چه چیز سوگند خورده؟ چرا؟ به زمان و تاریخ، چون سرمایه اصلی انسان عمرشه. چه خسران زیانی؟ عمر از دست بره و از هدف اصلی که تقرب باز بمونیم. چه کسانی زیان نمی کنن؟ مؤمنانی که عمل صالح انجام بدن، اهل حق و صبر باشن. الان میتونی این جواب سوالو بنویسی؟ تایم تموم شده؟ بله. بچه جواب این سوال، دغدغه اصلی انسانهای فکور و خردمند چیست؟ چطور به من بدین؟ کشف راه درست زندگی. کدوم آیه شریف پاسخگوی اونه؟ الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. بچه ها پاسخ تشریحی نوشتن کار آسونی نیست. من تو جلساتمون به شما یاد میدم چجوری بنویسین. دختر پسرای عزیزم، نیمی از درس یک رو گفتم، نیم بیشترش رو، ولی مقدارش رو نگه داشتم که انشالله هفته آینده بگم. شما باید این دو سه صفحه جزوه رو دقیق بخونید. هر جلسه جزوه منو پرینت، من برای تابستونتون همین جزوه که گذاشتم کافیه. همین جزوه من هفته بعد تمرین هم بهتون میدم، یه سری سوالات امتحان نهایی که بتونید باهاش آشنا بشین. چتو ببینیم اون، اگه سوالی دارید بگم. بچا کتاب نخرین، هنوز هیچ کتابی نگیرین، فقط در حد جزوه کتابستون گذاشتم، بهتون میگم باید چی کار کنیم. استاد یعنی اعتقاده، استاد چه جوری میشه به انسان بتونه به انسان دیگه جواب درست و کامل بده در رابطه با نیازهای بدن، چون اون خودش انسان هم طبق. بله دیگه، رکسانا علیپور دوست قدیمی من همین نشون میده که عقل به تنهایی کافی نیست، باید عقل با وحی قاطی بشه، یعنی یک چیزی غیر انسانی هم تو جوابا باشه. انسان یعنی اعتقاد به نظر جهانهای موازی هم مزین اشتباه. درست تیام، راجع به جهانهای موازی آدم باید اطلاعاتش رو بیشتر کنه. دقیقاً بحث جهانهای موازی وقتی مطرح شد، زندگی پیغمبرها، معجزه ها، خیلی چیزای دیگه زیر سوال میره و باید یه جور دیگه تفسیر بشه. تواصی یعنی سفارش. قربون شما، مرسی از محبتتون، دم شما گرم. بچه ها، محمد کریمی خط تیره 4 آیدی من در اینستاگرام شما رو همراهی میخواهم کرد. هر سوال دارید بپرسید. هفته آینده ادامه درس یک رو میبینیم. محکم، مقتدر، گام مهمی رو میخواهیم وردارید. امسال که من با رتبه های برتر کنکور مصاحبه میکردم، این افتخار داشتم، بچه هایی بودن که از 11 با من بودن، یعنی 11 خونده بود، 12 خونده بود، رتبه شده بود. شما همون رتبه های سال بعدید. خدا نگهدار.